به نام خدا و با سلام، بهنام آخوندی هستم و به عنوان مدرس فرادرس با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. عنوان آموزشی که ما در این دوره آموزشی برای شما در نظر گرفتیم هست شبیه‌سازی فرآیندهای ریختگری توسط نرم‌افزار توکست. خب در این راستا ما مطالبی رو برای شما بیان خواهیم کرد. اولین بخشی که برای شما معرفی می‌کنیم روش‌های تولید مواد فلزی است. بعد از اون میایم دقیق‌تر می‌شیم روی روش ریختگری و انواع روش‌های ریختگری رو برای شما عزیزان بیان می‌کنیم. بعد از اون میریم سراغ نرم‌افزارهایی که در حوزه ریختگری وجود داره و اونها رو برای شما معرفی می‌کنیم. بعد از اون به معرفی نرم‌افزار پروکست می‌پردازیم. بعدش بررسی میکنیم امکانات نرم افزار پروکست رو برای شما و در نهایت ما دو تا نسخه از نرم افزار پروکست رو برای شما بررسی میکنیم، نسخه قدیمی و نسخه جدید از این نرم افزار. پس اول کار بریم سراغ معرفی روش‌های تولید مواد فلزی. و اگه ما خیلی کلی بخوایم روش‌های تولید مواد فلزی رو دسته‌بندی کنیم، میتونیم به عنوان یک معیار جرم اولیه ماده خام رو در نظر بگیریم. وقتی که جرم ماده خام اولیه رو ما در نظر بگیریم، سه حالت ممکنه برای جرم ماده خام ما پیش بیاد. جرم ماده خام ما کم بشه تا محصول نهایی ما تولید بشه. جرم قطعه خام ما زیاد بشه تا محصول نهایی تولید بشه. و در نهایت ثابت بمونه جرم ماده خام برای اینکه ما محصولمون رو بتونیم تولید بکنیم. اگر ما جرم مادهمون رو کاهش بدیم، اصطلاحاً فرایندهای ماشینکاری صورت میگیره. حالا خود این فرایندهای ماشینکاری به دو دسته تقسیم میشن: فرایندهای ماشینکاری سنتی که توی اونها ما یه ابزاری داریم با جنس سخت‌تر از قطعه کار، میاد با قطعه کار به صورت فیزیکی درگیر میشه، توسط نیروی برشی مواد زائد رو از روی قطعه به شکل براده برمی‌داره. حالا ماشین ابزارهایی که توی این مجموعه قرار می‌گیرن هم میتونن به صورت کنترل دستی باشن و هم به صورت کنترل عددی که به CNC ها معروفن. فرآیندهای مهمی که توی این دسته قرار می‌گیرن عبارتند از تراشکاری، فرسکاری، سنگزنی، صفحه تراشی، اره‌کاری، سوراخ‌کاری و خانکشی. ما یک سری دیگه فرایندهای ماشینکاری داریم که بهشون میگن فرایندهای ماشینکاری غیر سنتی یا پیشرفته، که توی اونها هم ما میایم از جرم قطعه بر میداریم تا بتونیم به محصول مورد نظرمون برسیم. فقط تفاوتی که داره ما دیگه اینجا درگیری فیزیکی نداریم بین ابزار و قطعه کار، تحت نیروهای برشی بیایم قطعه برداری بکنیم، براده برداری بکنیم. اینجا ما ماده برداری داریم. روش‌های مختلفی داره. حالا مشهورترینشون عبارتند از ماشینکاری با پرتو الکترونی، ماشینکاری با پرتو یونی، ماشینکاری با پرتو لیزر، ماشینکاری با جت آب، ماشینکاری با جت ساینده، فرایند الکتروشیمیایی و فرایند ماشینکاری به کمک تخلیه الکتریکی. خودش دو تا دستگاه مشهور داره به نام اسپارک و وایلکو. خب خیلی کلی اینها روش‌های تولیدی بودن که در اونها یک ماده فلزی رو ما برای اینکه شکل بدیم از جرم اولیه‌اش کم می‌کردیم تا بتونیم به شکل نهایی دقت ابعادی و تلورانس‌های ابعادی مطلوب برسیم. دسته بعدی از فرایندهایی که قطعات فلزی رو برای ما تولید می‌کنن، فرایندهایی هستن که در اونها جرم ماده خام افزوده میشه. فرایندهایی که در این راستا وجود دارن، مشهورترینشون فرایندهای جوشکاری هستن که در دسته فرایندهای حرارتی قرار میگیرن. لعین‌کاری هم جزو این دسته هست. همونطور که میدونید در فرایندی مثل جوشکاری بین قطعه خام ما جرم الکترود هم اضافه میشه، به خاطر اینه که جرم ماده خام ما زیاد خواهد شد. البته روش‌های اتصال دیگه هم وجود داره، روش‌های مکانیکی هستن مثل پیچ و مهره و پرچ، و باسب اینها جرم مواد خام ما رو زیاد میکنن، و روش های شیمیایی مانند چسب. دسته آخری که در مورد روش های تولید مواد فلزی وجود داره، روش هایی هستن که در اونها جرم ماده خام و محصول ما یکی هستش، با هم برابره. یعنی من هر قطعه ماده خام من هر جرمی داشته باشه، محصول من هم همون جرم رو داره. اینجا دسته‌بندی می‌کنیم فرآیندها. دسته اولشون به فرآیندهای شکل‌گیری که ریختگری در این دسته قرار می‌گیره. ما به این وسیله می‌تونیم یک فلزی رو شکل بدیم.
روش های دیگه ای وجود داره تحت عنوان شکلدهی. خود این شکلدهی ها به گروه های مختلفی تقسیم میشن. گروه اولشون فرایند های شکلدهی هستش که ما در اونها یک توده یا حجم زیادی از فلز رو بهش شکل میدیم، که مشهورترین این فرایند ها عبارتند از آهنگری، نبرد، اکستروژن و ممکنه که ماده خام ما ورق باشه. اگر شکل ماده خام ما ورق باشه، فرایندهایی مثل برش، خمکاری، شکل‌دهی دورانی، پیچش و غیره میتونه در این دسته قرار بگیره. در فرایندهای تولیدی که جرم باز هم ثابته، فرایند متالورژی پودر و از روش‌های نوین هم اگر بخوایم اشاره بکنیم، در دسته روش‌های تولید افزودنی یا ادیتیو مانیفکتچرینگ فرایندهای مختلفی وجود داره که مشهورترینشون فرایند پخت با لیزر انتخابی و ذوب با لیزر انتخابیه. توی این فرایندها ما یک بستری داریم از پودر فلز، توی بستر که قرار میگیره لیزر نقاطی که ما میخواییم رو یا زینتر میکنه و همدیگه یا کاملا ذوب میکنه و به همدیگه متصل میکنه. وقتی که یه لایه تشکیل بشه، یه لایه پودر جدیدی روی لایه قبلی که شکل گرفته ایجاد میشه، لیزر لایه دوم رو ایجاد میکنه روی لایه اول و به این ترتیب محصول ما تولید میشه. خب این یه معرفی اجمالی بود از روش‌های تولید برای مواد فلزی. ما قرار شد زوم بکنیم روی روش ریختگری. بریم ببینیم روش ریختگری چه چیزی هستش. اگر بخوایم خیلی کلی روش ریختگری رو تعریف بکنیم، به این صورت تعریف میشه که فرایندیه که من توی اون فرایند در ابتدا میام از فلز یا آریاژم مذاب تولید میکنم، یعنی با اعمال حرارت اون رو از فاز جامد به مذاب تبدیل میکنم، بعدش میام یک محفظه ی تولید میکنم به نام قالب که قرار شکل نهایی قطعه کار من به صورت یک فضای خالی توی قالب وجود داشته باشه. بعد از اینکه این فضای خالی ایجاد شد، من میام به وسیله مسیری که تولید کردم برای اینکه مذاب رو به اون حفره خالی در قالب برسونه، مذاب رو از اون طریق هدایت میکنم به درون حفره. بعد از اینکه مذاب اون حفره رو پر کرد و سرد شد، منجمد شد، قطعه من درون قالب شکل خواهد گرفت. میتونیم بگیم که ریختگری از قدیمی ترین فرایندهایی که در تولید مواد فلزی وجود داشته. پس به طور خلاصه تعریف کردیم فرایند ریختگری رو. البته ریختگری هایی هم هستش که در اون مذاب به صورت کامل ایجاد نمیشه. حالا ما تعریف کلیشون چه برای شما ارائه کردیم. خود فرایند ریختگری به انواع مختلفی تقسیم میشه. حالا اگر باسم خیلی کلی بخوایم دستبندی کنیم، میگم دستبندی های متفاوتی موجوده در تقسیم بندی فرایند های ریختگری. ولی اگر خیلی کلی نگاه بکنیم، ما دو نوع ریختگری رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم. در یک سری فرآیندهای ریختگری قالب ما موقته، یعنی بعد از اینکه عملیات ریختگری صورت میگیره قالب ما از بین میره و قطعه از اون داخل خارج میشه. خب از این فرآیندها ما میتونیم به فرآیند ریختگری در ماسه، که حالا خود این هم انواع مختلفی داره بر حسب نوع ماسه‌ای که وجود داره، ریختگری در گچ، ریختگری دقیق و ریختگری با فوم از دست رفته یا همون لاست فوم. و فرایندهایی هم وجود داره که در اونها قالب من دائمیه، یعنی جنسش از یک جنسی است که نقطه ذوب بالایی داره و در اون فلزی با نقطه ذوب پایین‌تر رو ما میتونیم ریختگری بکنیم. حالا همین فرایند ریختگری هم میتونه به صورت سقلی باشه، یعنی قالب من دائمی باشه ولی به صورت سقلی، یعنی با استفاده از نیروی گرانش من مواد مذاب رو به درون قالبم بریزم، یا ممکنه که ریختگری من به صورت تحت فشار باشه که اصطلاحاً به ریختگری های تحت فشار میگن ریختگری های دایکست. خب حالا میریم یه فیلمی از فرایندهای ریختگری میبینیم تا موضوع برای ما روشن‌تر بشه. فرایندهای ریختگری همونطوری که داری توی فیلم مشاهده میکنی، ببینید الان یک قالبی ما داریم و یک فلزی مذابش تولید شده، درون این محفظه ریخته میشه. از مزیت هایی که فرایند ریختگری برای ما داره اینه که ما میتونیم قطعات به ابعاد خیلی بزرگ رو هم تولید بکنیم و
ولی محدودیت هایی هم برای ما داره. به طور مثال اگر قالب ما ماسه‌ای باشه، یعنی از همون قالب های یک بار مصرف، ما دقت ابعادی خیلی بالایی نداریم، صافی سطح خیلی بالایی رو هم نخواهیم. عموما قالب ها دارای دو تا نیمه هستن، نیمه بالایی و نیمه پایینی که به کف و درک مشهورن. ممکنه قالب ما داخلش یک سری ماهیچه هایی هم قرار بگیره برای اینکه ما بتونیم فضاهای مورد نیازمون رو تعیین بکنیم. نگاه بکنید، این شکل به صورت خیلی کلی میاد یک قالب رو برای ما نشون میده. ببینید این قسمت از قالبی که وجود داره همون حفره قالبه، کویتی. ما اینجا دو تا نیمه قالب رو داریم، کپ و درک. به این قطعه که این وسط اصطلاحا میگن ماهیچه یا کور، که میاد برای من در این قطعه این حفره وسطی رو تولید میکنه. در این قسمت نگاه بکنید، ما یک مسیری داریم. ببینید ما یک حفره داریم اینجا که برای ما این حفره شکل قطعمون رو تولید میکنه، و یک مسیری داریم که این مسیر مذاب رو میرسونه به این حفره. خب این مسیر هم قسمت‌های مختلفی داره. خیلی کلی همونطور که در کتاب ها هم مطالعه کردید، اینجا بهش میگن حوضچه باریز و این مسیر رو میگن باریز. در حقیقت همون اسپروی ما هستش. از اونجا وارد ما راهبار یا رانر یا همون مسیر حرکت مذاب میشیم. در این انتها ما راهباره یا جلوی یا گیت رو داریم، میرسه به حفره قالب مذاب ما. همینجا که اینجا که مشاهده میکنید ما یک مسیر خیلی نازکی داریم. اینجا این مسیر رو در نظر گرفتن برای اینکه خروج هوا بتونه صورت بگیره از قالب ما. در این قسمت هم ما رایزر رو داریم. ببینید ما یک حجم اضافی برای قطعمون در نظر میگیریم که وقتی که مذاب وارد این محفظه شد این رو هم بره پر بکنه. ولی همونطور که میدونید وقتی که هر فلزی از فاز مذاب بخواد به فاز جامد تبدیل بشه، ما کاهش حجم رو داریم، پدیده انقباض رخ میده. اصطلاحا به این پدیده میگن پدیده شیرین کیک. پس ما مذابمون درون محفظمون کوچیک‌تر خواهد شد. برای اینکه ما بتونیم این جبران بکنیم، این کمبود رو، یک مقدار مذاب اضافی رو ما میفرستیم درون تغذیه یا همون مخزن رایزرمون. بعد از اینکه این قسمت که قطعه ما هست شروع میشه به منجمد شدن، اگر در جای مذاب کم آورد، در این قسمت مذاب کم آورد، از این تغذیه به این قسمت مذاب تزریق خواهد شد. خب همونطور که میبینید داره معرفی میکنه اسپرو، رانر یا همون راهگاه ما و جلو. خب الان همونطور که میبینید اینجا یک کوری وجود داره، داخل قالب گذاشته میشه، دو تا نیمه قالب رو هم دیگه قرار میگیرن. میبینید در این شکل ما قسمت های رایزر یا تغذیه‌مون در این بالا وجود داره. از این مسیر مذاب ریخته میشه و تا وقتی که رایزر هم پر بشه فرایند ریختگی توی قالب داره صورت میگیره. خب ببینید رایزر ها پر شدن. حالا که فرایند انجام شروع میشه به انجام شدن، سطح رایزر ها قطعا پایین خواهد. بعد از اینکه فلز من منجمد شد، میبینید که قالب تخریب میشه، اون سیستم راهگاهی که مذاب رو میرسوند به قطعه ازش جدا میشه و میره برای اینکه دوباره ذوب بشه و در چرخه تولید قرار بگیره. اینجا میاد معرفی میکنه انواع قالب های ماسه ای رو یا قالب های اصطلاحا یه بار مصرف رو، که حالا اینجا چند نوعش رو اشاره میکنه. نوع اول قالب گیری با ماسه سبز که در اینجا از آب به عنوان چسب استفاده میشه. قالب های نوبیک رو ما داریم که در اونها افزودنی های اضافه میشه به ماسه ما برای اینکه بعد از اینکه قالب گیری صورت گرفت قالب من سفت بشه. و قالب های پوسته ای رو داریم که در ادامه فیلم هاش رو خواهیم. خب ببینید این قالب
ماسه ایست، همونطور که گفتیم بعد از اینکه ریختگری صورت میگیره این قالب ها تخریب میشن و قطعه از توی اونها خارج خواهد شد. همونطور که مشاهده میکنید صافی سطح و دقت ابعادی مطلوب رو ما به وسیله قالب های ماسه‌ای نمیتونیم به دست بیاریم. خب برای اینکه ما بتونیم به تلورانس های دقیق و صافی سطح خوب برسیم ریختگری رو معرفی میکنن تحت عنوان ریختگری دقیق. توی ریختگری دقیق ابتدا ما قطعمون هر شکلی که داره مدلش به وسیله مو تهیه میشه. به وسیله قالب تزریق همونطور که دارید مشاهده میکنید قطعه که قرار تولید بشه با سیستم راهکارش تولید میشه. یک سری از این قطعات روی همدیگه سوار میشن برای اینکه ما بتونیم توی یک فرایند چند تا قطعه رو با همدیگه تولید بکنیم. بعد از اینکه مجموعه به هم متصل شد، حالا این هم روش های مختلفی داره. اول از همه یک لایه از دوغاب سرامیکیه که اندازش کوچیک هستش، نازک هستش، اضافه میشه به اون مجموعه. بعدش میره داخل یک دوغابی که اندازه دونه های درشتری داره. بعد از اینکه این اتفاق افتاد قالب که شکل گرفت، این قالب به درون کوره میره برای اینکه مومی که درش شکل گرفته بتونه خارج بشه و فضای قالب به من تولید بشه و پوسته سرامیکی هم سفت بشه. خود من الان یک قالبی دارم، الان ماده ریختگری درش ریخته میشه و بعد از اینکه انجماد پیدا کرد به وسیله ارتعاش قالب سرامیکی از بین میره و قطعه من تولید خواهد شد. به این روش میگن روش ریختگری دقیق. ما به صافی سطح مطلوب و تلورانس های ابعادی خیلی کمی میتونیم دست پیدا بکنیم توی این فرآیند. خب یه روش دیگه هم که وجود داره بهش میگن ریختگری با خم از دست رفته که در اونها مدل ریختگری من از فوم پلی‌استایرن ساخته میشه. فوم به این صورت ایجاد میشه همونطور که توی شکل میبینید، درصد زیادی از این هوا هست. بعد از این که مجموعه از اینها قالب گیری میشن در کنار همدیگه، وقتی که مذاب به درون قالب میره این فوم رو از بین میبره، اصطلاحا میسوزوندش و جای اون فوم رو میگیره خودش. به این فرایند میگن فرایند ریختگری با فوم از دست رفته. این مثل روش قبلی نیستش. تو روش قبلی ریختگری دیدید که قالب به درون کوره رفت و مومی که در اون بود، وکسی که در اون بود با اعمال حرارت خارج شد، ولی در این روش این اتفاق نمیفته. مدل به درون قالب میمونه و سوخته میشه برای اینکه محصول من رو تولید. و فرآیندهای دیگه ای که در ریختگری ما داریم فرآیندهای ریختگری تحت فشار یا همون دایکست گفتیم. در این فرآیندها قالب دائمیه. ما در این فرآیندها یک سیستم تغذیه داریم، سیستم گیره بندی داریم، دقیقا مشابه فرآیندهای تزریق پلاستیکه، ولی اینجا ما فلز رو تزریق میکنیم. خب در این فرآیندها گفتیم قالب ما دائمیه و اجزای مختلفی داره قالب ما، مشابه قالب های تزریق پلاستیک سیستم بیرون انداز داریم، مشابه دستگاه تزریق پلاستیک سیستم تزریق داریم، سیستم گیره بندی داریم برای اینکه در هنگام تزریق قالب ما رو بسته نگه داره و سایر موارد. ماشین هایی که وجود دارن در حوزه ریختگری تحت فشار یا دایکست دو دسته تقسیم میشن: ماشین های با محفظه گرم و ماشین های با محفظه سرد. توی ماشین هایی که محفظه گرم هستن ما یک حوضچه ای داریم که مذاب همواره توی اون حوضچه، همونطور که توی الان فیلم دارید میبینید، این
حوزچه مذاب همواره وجود داره و مذاب از داخل این حوزچه همواره به درون قالب ما تزریق میشه. عموما از این قالب هایی که محفظه گرم هستن برای ریختگری روی، منیزیوم و آلیاژ هایی که نقطه ذوب پایینی دارن استفاده میشه. مشاهده میکنید که وقتی که پیستون به طرف بالا حرکت میکنه مذاب درون محفظه قرار میگیره و وقتی که پیستون به طرف پایین حرکت میکنه مذابی که در محفظه قرار گرفته رو تزریق میکنه به درون قالب ما. همونطور که این اون تصویر قبلی شماتیکش بود و این هم تصویر حقیقی این فرایند هست. خب میرسیم به ماشین هایی که محفظه سرد هستن. از ماشین هایی که محفظه سرد هستن عموما برای ریختگری تحت فشار آلومینیوم، منیزیوم و آلیاژ های مس استفاده میشه. همونطور که میبینید الان کوره ریختگری من در جای دیگه است و الان مذاب به وسیله یک ملاقه میره ریخته میشه به درون سیستم تزریق ماشین. همینطور که میبینید حالا الان بعد از اینکه شارژ انجام شد به وسیله سیستم هیدرولیکی پلاستیک فلز مذاب به درون محفظه قالب هدایت میشه و بعد از اینکه انجماد صورت بگیره محصول من تولید خواهد شد. ببینید انجماد صورت میگیره و قطعه من از درون قالب بیرون آورده میشه. خب خود قالب هایی که در ریختگری داکس استفاده میشه به وسیله تولات های گرمکار، ابزار و مارجنین ساخته میشه و همینطور تولات هایی که تنگستن و مولیدن داره. خب خود این قالب ها به وسیله فرایند های ماشینکاری تولید میشه و دقتی که قالب های ما دارن اثر مستقیم داره روی دقت قطعه ریختگری من. ساخت این قالب ها عموما پرهزینه هستش ولی خوبی که این فرایند داره اینه که قطعاتی با دقت بسیار بالا و تولرانس های ابعادی مطلوب برای ما ایجاد میکنه. در این قالب ها همونطور که تو قالب های تزریق پلاستیک هم آشنایی دارید و قبلا اشاره کردیم ما سیستم های راهگاهی داریم، سیستم های بیرون اندازی قطعه داریم و علاوه بر اون ببینید الان توی این قطعه ما 4 تا قطعه رو همزمان تولید میکنیم پس میتونه سرعت تولید ما بره بالا. علاوه بر این توی این قالب ها میتونیم قطعات همخانوادار هم تولید میکنیم. الان میبینید که توی این قالب 2 تا قطعه شکل هم هستن و 2 تای دیگه شکل هم، پس ما میتونیم قطعات مشابه رو هم در یک قالب به صورت همزمان تولید بکنیم. علاوه بر این نکته ای که وجود داره توی این قالب ها ما برای اینکه بتونیم اینها رو به صورت جهتدار منجمد بکنیم و بهترین خواص رو ازشون بگیریم در این قالب ها ما میگیم از سیستم های خنک‌کار استفاده میکنیم که مسیر آبی رو پیش بینی میکنیم و همونطور که الان در شکل میبینید میتونیم از مایچه های جانبی هم استفاده بکنیم، همون کشویی ها، برای اینکه بتونیم سوراخ های جانبی رو ما توی قطعاتمون ایجاد بکنیم. نکته دیگه یه وجود داره برای تو فرایندهای دایکست یا همون ریختگری تحت فشار اینه که وقتی که قطعه از درون قالب جدا میشه اسپری میشه اصطلاحاً قالب ما، یعنی یک سری روانکار به صورت اسپری به سطح قالب من پاشیده میشه تا بتونه این اسپری باعث این بشه که فرایند وقتی که صورت میگیره قطعه کار من به قالب نچسبه و جدا شدن اون از قالب راحت تر باشه. فرآیندهای اسپری شدن صورت میگیره. ببینید توی این شکل توی این تصویر کاملا واضح بود که
پرنده اسپری صورت گرفتش. این هم یک قالب دایجسته که پیچیدگی های خاص خودش رو داره. مسیرهای آب رو شما در میتونید مشاهده بکنید. نکات دیگه ای که وجود داره، قطعاتی که توی قالب های دایجست داره تولید میشه حتما باید شیب خروج مطلوب داشته باشن تا به راحتی بتونن توی قالب من خارج بشه. خب هر چقدر فلز من نقطه ذوب کمتری داشته باشه، شیب کمتری نیاز داره و بالعکس این قضیه هم ممکنه اتفاق بیفته. خب ما تا اینجای کار اومدیم برای شما روش های تولید مواد فلزی رو به صورت خیلی خلاصه معرفی کردیم و روش ریختگری رو هم به صورت خیلی کلی براتون معرفی کردیم که شناخت داشته باشید و فیلم های موجود رو هم دیدید. حالا در این قسمت ما به معرفی نرم افزارهای تحلیلی موجود در حوزه تولید و ریختگری میپردازیم. همونطور که ما در پرادرس‌های قبلی هم به طور کامل این نرم افزار رو معرفی کردیم، ما میدونیم که سه تا حوزه اصلی در مهندسی مکانیک نرم افزارها دارن که این حوزه عبارتند از حوزه طراحی، حوزه ساخت و حوزه عملیات مهندسی. خب نرم افزارهای مشهور تو حوزه CAD، نرم افزار کتیا، سالید ورک، انیکس، اتودسک اینونتور و PTC کرو هستش. در حوزه نرم افزارهای کم ما نرم افزار پاور میل، مستر کم، سرفیس کم، آرت کم، اج کم و سایر موارد رو داریم. در حوزه عملیات مهندسی به کمک نرم افزار ما انسیس، آباکوس، نسرن، کامسول مولتی فیزیک، هایپر بولت و از سایر موارد رو داریم. ما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، نرم افزارهایی که در حوزه مهندسی هستن به دو دسته تقسیم میشن. نرم افزارهای عمومی که الان اسامیشون رو مشاهده میکنید و نرم افزارهای تخصصی که بسته به فرایند هستن. به طور مثال من در حوزه شکل‌دهی ورق نرم افزارهای نظیر اوتوفورم، داینافورم، FTI و لوگوپرس رو دارم که نرم افزار لوگوپرس رو در فرادرس به شما آموزشش رو قبلا دادیم. در حوزه شکل‌دهی حجمی ما نرم افزارهای دفورم و سیموفکت فورمینگ رو داریم. در حوزه دوشکاری نرم افزارهای مشهوری مثل سیموفکت ولدینگ و ESI ولدینگ رو داریم و در حوزه ریختگری که مبحث این دوره ما هستش، ما نرم افزارهای مشهوری مثل پروکست، نرم افزار ماگما، نرم افزار ایزی کاستینگ، نرم افزار فلو 3D و فلو کست رو داریم و البته نرم افزارهای دیگه هم وجود داره. خب ما از این حوزه برای شما نرم افزار پروکست رو در نظر گرفتیم که آموزش بدیم. حالا میریم سراغ معرفی نرم افزار پروکست. نرم افزار پروکست یک نرم افزار فرانسویه توسط شرکت ESI گروپ ارائه شده. این شرکت در سال 1973 ایجاد شده در فرانسه و اولین کاری که این شرکت انجام داد در سال 1985 بود که با شرکت فولکس واگن همکاری کرد و اول یک نرم افزاری رو اینها ارائه دادن برای اینکه بتونن تغییر شکل‌هایی که در اثر تصادف ایجاد میشه رو شبیه سازی بکنن، که هنوز هم این نرم افزار رو دارن و میتونیم ازش استفاده بکنیم. بعد از این مدت شرکت در سال 2005 نرم افزار پروکست رو ارائه کرد که شبیه سازی فرایندهای ریختگری هستش و سایر نرم افزارهایی که شرکت ESI داره رو هم میتونید مشاهده بکنید که همونطور که اشاره کردیم نرم افزارهایی در حوزه ریختگری، جوشکاری و عملیات حرارتی، دینامیک سیالات، سیستم های الکترومغناطیسی، مولتی فیزیک ها یعنی فیزیک های چندگانه، در مورد ارتعاش و آکوستیک، شبیه سازی سیستم های مجموعه ای، سیستم های دینامیکی، بحث راحت بودن و کامفورت رو داره، نرم افزاری داره تحت عنوان برخورد و ایمنی، نرم افزاری داره تحت عنوان کامپوزیت ها و پلاستیک ها و نرم افزاری برای تحلیل فرآیندهای شکل‌دهی که ما گفتیم که قرار نرم افزار پروکست رو به شما آموزش بدیم. نرم افزار پروکست رو تاریخچه‌اش رو گفتیم. ما با استفاده از این نرم افزار میتونیم فرآیندهای ریختگری رو شبیه سازی کنیم.
انواع فرآیندهای ریختگری مثل ریختگری صدری، ریختگری تحت فشار، ریختگری دقیق، ریختگری با خوم از دست رفته، یعنی همه اون مواردی که ما توی فیلم دیدیم رو اینجا میتونیم شبیه سازی بکنیم. پس امکان اول این نرم افزار شبیه سازی فرآیند ریختگری بود. در ادامه ما میتونیم تحلیل های سیالاتی، حرارتی، تنشی، ریزساختار و غیره در ریختگری رو داشته باشیم. علاوه بر این ما میتونیم عیوب ریختگری مثل تخلخل، هوای محبوس شده، ترک ها، تنش های پسماند و غیره در محصولات ریختگری رو هم به وسیله شبیه سازی این نرم افزار بیان بکنیم. حالا میریم سراغ خود نرم افزار پروکست. نرم افزار پروکست دو تا نسخه داره، نسخه قدیمی و نسخه جدید که ما هر دوش رو در این دوره آموزشی برای شما بررسی خواهیم کرد. الان این محیطی که شما دارید میبینید محیط نرم افزار پروکست نسخه قدیمیه که ما به شما آموزش میدیم در قسمت اول. خب همونطور که دیدید در این اسلاید نگاه بکنید، این نرم افزار شامل محیط های مختلفیه. محیط مشکست، پریکست، دیتاکست، پروکست، ویژوالکست و استیتس. میدونیم که ما هر کدوم از این محیط ها برای ما یک کاری رو انجام میده. خب ما اومدیم لیست کردیم. همونطور که میبینید در این قسمت ما میایم برای شما قطعمون رو شبکه بندی میکنیم. چرا شبکه بندی میکنیم؟ ببینید نرم افزارهایی که تحلیلی هستن برای ما عملیات شبیه سازی رو انجام میدن اصطلاحاً بر پایه المان محدود هستن که در المان محدود قطعه ما باید اصطلاحاً شبکه بندی بشه، به اجزای کوچکتری ساخته بشه تا مسئله بتونه در نقاط کوچیک اون قطعه حل بشه و برای تمامی قسمت‌های اون حل بشه، یعنی نتیجه به دست بیاد. پس در قسمت اول محیط شبکه بندی رو من دارم، باید شبکه بندی بشه قطعه من در محیط مشکل. در محیط بعدی من میام خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، فصل‌های مشترک و شرایط مرزی رو تعریف می‌کنم. به عنوان مثال در فرآیند ریختگری مشخص می‌کنم که مذاب از چه قسمتی باید وارد بشه، دمای مذاب باید چه مقدار باشه، چه ماده‌ای قراره به درون قالب به من بره، خود قالب من چه جنسی خواهد داشت، قالب من اگر چند تا جزء داره چه ارتباط حرارتی بین این اجزا وجود داره، اگر فرآیند من دایکسته مذاب با چه فشاری باید وارد قالب بشه. اینها مواردی هستش که در محیط پریکست تولید میشه. بعد از اینکه تعریف مسئله تو محیط پریکست انجام شد، در محیط دیتاکست ما فایل رو بررسی میکنیم و اگر خطایی توش وجود داشته باشه رو اونجا مشاهده میکنیم. در محیط پروکست مسئله من حل خواهد شد. در محیط ویژوالکست یا اصطلاحاً ویوکست ما نتایج رو میبینیم و در قسمت استیتس ما پیشرفت فرایند شبیه سازی رو در دو قالب پر شدن قالب و انجماد قالب میتونیم مشاهده بکنیم. اولین نکته که با نرم افزار پروکست ما باید با نسخه قدیمی چه جدید به شما بگیم، نحوه ارتباط با نرم افزارهای طراحی هستش که ما در قسمت اول این رو به شما آموزش میدیم که چگونه شما یک مدل رو آماده سازی بکنید، بتونید ببرید به محیط مشکست و در اونجا این قطعه رو به صورت صریح و صحیح شبکه بندی بکنید. پس ما در قسمت اول باید نحوه ارتباط با نرم افزارهای طراحی رو به شما بگیم. خیلی به صورت کلی بخوام بگیم، شما ما در قسمت قبل نرم افزارهای طراحی رو برای شما معرفی کردیم که سالید ورکس، کتیا، اینونتور، نرم افزار انیکس و نرم افزار تی سی کرو. خب چون از بین این نرم افزارها دو تا نرم افزار بیشتر مورد استفاده میشه در بین مهندسین، نرم افزار سالید ورکس و کتیا، ما نکات این دو تا نرم افزار رو برای شما شرح میدیم که مشابه هم هستن تقریبا. خب ببینید، من در نرم افزار کتیا یا سالید ورک مدل سازی مو که انجام بدم،
میتونم از این مدل سازی فایل های خروجی مختلفی بگیرم. فایل هایی با پسوند های step, igs, binary با پسوند x_t و stl. عموماً محیط مشکس این فایل ها رو خیلی خوب میخونه و سازگاره. پس من باید در این نرم افزارها طراحیم رو انجام بدم، به این پسوند ها ذخیره بکنم و وارد محیط مشکس بکنم. حالا من چرا stl رو جدا کردم و این ستا رو جدا؟ چون متفاوت هست نحوه بارگذاری فایل هایی که با پسوند stl یا stereolithography ذخیره میشن و فایل هایی که با پسوند step, igs و یا باینری سالی ذخیره خواهند شد. خب در محیط مشکست نرم افزار گفتیم، یعنی جایی که ما باید قطعمون رو شبکه بندی بکنیم، ما فایل های استاندارد طراحی داریم که دیدید IGS, STEP, Binary و STL هستن. این فایل ها به وسیله نرم افزار های CAD تولید میشن، وارد محیط مشکست میشن. اگر من قطعمو تو محیط مشکست همون لحظه ذخیره کنم، با پسوند GMRST ذخیره خواهد شد. این پسوند فایل طراحی نرم افزار پروکست است اصطلاحا. بعد از اینکه من فایلم تبدیل شد به فایل طراحی پروکست، لازمه که هرچی قطعه من سطح داره، یعنی سطوح قطعه من شبکه بندی بشه. بعد از اینکه سطوح قطعه من، مدل من، قالب من شبکه بندی شد، بعد از اون باید شبکه بندی حجمی بشه. تنها در صورتی قطعه من میتونه خواص بگیره، میتونه جنس بگیره، میتونه شرایط مرزی روش اعمال بشه که شبکه بندی حجمی شده باشه. پس این هم نکته‌ای بود که اینجا به شما گفتیم. حالا میریم پس سراغ محیط مشکست از نرم افزار پروکست نسخه قدیمی و در نرم افزارهای طراحی این مدل ها رو ایجاد میکنیم و میبینیم که چگونه من باید این روند رو طی بکنم تا به شبکه بندی حجمی برسیم. نگاه بکنید، من وقتی که روی نرم افزار پروکست نسخه قدیمی کلیک میکنم، ببینید محیط نرم افزار همونطور که دیدید باز میشه. من محیط مشکست دارم، پروکست، دیتا کست و الی آخر. ببینید من اگر روی محیط مشکست اینجا کلیک بکنم، کلیک چپ بکنم، دقیقا وارد محیطی میشم که میتونم اشکال سه‌بعدی رو اونجا مدل سازی بکنم. ولی اگر اینجا کلیک راست بکنید، میبینید که مشکست دوبعدی هم وجود داره، یعنی شما میتونید به صورت دوبعدی مدل سازیتون رو انجام بدید. عموماً شما وارد محیط دوبعدیش بشید، به خطاهای زیادی برخورد خواهید کرد، خیلی سخت میشه کار با محیط. به خاطر این ما وارد همون محیط سه‌بعدی یا پیش‌فرضش میشیم، یعنی همون محیطی که من الان اگه اینجا کلیک چپ بکنم وارد اون محیط میشم. نگاه بکنید، الان نرم افزار پروکست ولی محیط مشکست از این نرم افزار برای من فعال هستش. من دو تا اینجا پنجره دارم، مسیج ویندو و اینپوت ویندو. نگاه بکنید، الان من گزینه‌هایی که دارم، میتونم در قسمت پراپرتیز واحد اندازه گیریم رو تعیین بکنم که بر اساس متر، سانتی‌متر، میلی‌متر، فوت و اینچ هست. به طور مثال من این رو سر میلی‌متر بذارم، ببینید دستوراتی که انجام میشه در مسیج ویندو برای من بیان میشه. من الان نگاه بکنید، میرم رو قسمت فایل و اوپن. حالا نگاه بکنید، اینجا در این قسمت یه دونه گزینه داره تحت عنوان STL Meshing. پس ببینید STL رو جدا میتونم من وارد این نرم افزار بکنم. به خاطر همینم بود که من فایل STL رو جدا کردم از فایل STEP, IGS و Binary. من روی گزینه Open اگر الان کلیک بکنم، ببینید فایل هایی که قابلیت باز شدن برای من داره. این فایل ها رو برای شما توضیح بدم. مشکست فایل ها، ببینید با همون گفتم با پسوند GMRST، یعنی فایل طراحی نرم افزار پروکست رو میتونه برای من باز بکنه. فایل بعدی که دارید میبینید هستش .sm، در اینجا دارید مشاهده میکنید .sm.
فایلی است از نرم افزار پروکس که روی یک مدل شبکه بندی سطحی رو انجام داده و فایل بعدی که دارید میبینید هستش .mesh با پسوند mesh هست. فایلی که با پسوند .mesh هست فایلی هستش که شبکه بندی حجمی شده، یعنی شما میتونید به اون خواص رو اعمال بکنید. فایل های دیگه هم اینجا میگیریم، به طور مثال نرم افزار پترن هم میتونه بگیره، نرم افزار انسیس میتونه سرفیس مش بگیره، یا حتی نرم افزار پترن هم میتونه سرفیس مش بگیره هم